از سلطان علی جاوید، کارشناس مسائل سیاسی از فرانکفورت، پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای جاوید سلام و عرض ادب. آقای جاوید لطفاً تحلیل شما را در رابطه با هشدار 10 سازمان امداد رسانه بین المللی از بحران بشری در افغانستان بشنویم. بفرمایید. بسیار زیاد تشکر از دعوت شما. خدمت شما عرض شد که مسئله کمک های بشری در افغانستان تقریبا سابقه 40 ساله تا 50 ساله داره و در این دوران که برای مردم افغانستان کمک ها صورت گرفته تقریبا تبدیل به یک عادت برای مردم افغانستان تصمیم شده. خود در این شرایطی که گروه طالبان در افغانستان حکومت که داره است، طبیعتاً افغانستان بیشتر به کمک های بشری نیاز داره، به خاطر از اینکه خب میزان خط فقر بسیار بالا رفته، بیکاری بسیار زیاد است، سکتورهای خصوصی کاملا غیر فعال است و همچنین طالبان هیچ گونه برنامه مشخص برای کاریابی و ایجاد کار برای مردم افغانستان نداره و این قطعا مشکلات های فراوان را ایجاد میکنه. او هم در حال است که کشور در حال جنگ هم گفته میتونیم و در ضمن که است که مشکلات اقلیمی باعث بجاشتای داخلی خیلی زیاد شده است. خدمت داشته که تا مکنون با اساس گزارش هایی که رسیده چیز در حدود 21 میلیارد دلار در افغانستان تا 3 سال گذشته برای طالبان کمک شده که متاسفانه باز هم دیده میشه که هیچ تغییری در خط فقر، در میزان خط فقر نیامده و مردم هم گرسنه ای که بودن هم گرسنه هستن. از اینجا معلوم شد که کمک هایی که در افغانستان صورت گرفته به دست مردم نرسته بلکه در دست گروه حاکم است که امی پول باعث شده که اونا اما بقای از اونا باشه و اینا اما حکومت داری خود ادامه بیتن. منتها ما با پیشنهاد 10 تا مؤسسه سازمانی که پیشنهاد کرده که باید کمک شود، ما قطعا نظر نیکی دارم، منتها یک سلسله اصلاحات لازم است که در سازمان های بین‌المللی ایجاد شود. نظر از من زمانی که ما در افغانستان به عنوان یک کسی که در دولت کار میکردم، کمک های بشری بسیار از 100% حدود زیر 50% به دست مردم میرسید و بقیه پول های کمکی و من به خاطر خدمات و مصارف اداری به مصرف میرسید. بنابراین اگر کمک های هم در افغانستان صورت بگیره، پیشنهاد من است که اول باید از کنترل طالب خارج شد و دوم دیگه هم سازمان های کمک رسان یک تغییرات جدی، یک تغییرات درست را برشان به وجود بیاره که بتونه کمک ها بیشتر به مردم برسه تا اینکه برای مصارف از جمله مثلا خدمات اداری به مصرف برسه. بله، با تشکر از سلطان علی جاوید، کارشناس مسائل سیاسی از فرانکفورت، که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.